عناوین اصلی، هشدار یک مسئول دولتی، رئیسی برای حل مشکلات کشور نه تیم دارد نه برنامه و ایدئال‌های فاجعه آمیز اقتصادی معاون رئیسی، درخواست رضایی برای برداشتن 7-0 از ریال. بینندگان گرامی، درود بر شما. از اینکه همراه کانال کیوس هستید سپاسگزاریم. ساخت 1,000,000 مسکن در طی 1 سال و ایجاد 1,000,000 شغل در طول 1 سال فقط بخشی از وعده‌های رویایی ابراهیم رئیسی در آغاز دولت جدیدش است. این وعده‌های دهن پرکن رئیس دولت 13 در حالی است که کشور در بحرانی ترین وضعیت خود، چه در خصوص مسائل داخلی و چه مسائل خارجی قرار دارد. علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگویی که با دیدبان ایران داشته است، بر این باور است که رئیسی هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات و مسائل کشور ندارد. آخوند ابراهیم رئیسی که به شیوه محمود احمدی نژاد وعده داده بود که دولت او در 1 سال آینده 1,000,000 واحد مسکونی جدید ایجاد خواهد کرد، اکنون میگوید که منظورش آن نبوده که همه این 1,000,000 از جانب دولت او ساخته شود، بلکه بخش خصوصی را نیز به حساب آورده بود. معاون اول رئیس جمهوری نیز ادعا کرده بود که در 4 سال دوران نخستین ریاست جمهوری رئیسی، او هر سال 1,000,000 واحد خانه خواهد ساخت و مجموعاً 4,000,000 واحد مسکونی تحویل مردم خواهد داد. اصلاح بشه. از مواردی که ما وعده دادیم که در روز اول دولت انشالله دولت با حساسیت دنبال بکنه، مسئله ساخت 1,000,000 مسکن در هر ساله که انشالله آقای وزیر محترم مسکن و شهرسازی آقای رستم قاسمی با حساسیت و با جدیت انشالله دنبال خواهند کرد که این وعده‌ای که داده شده در میدان عمل تحقق پیدا کنه. ما باید دولت صادق الوعدی باشیم. در نگاه مردم باید این گونه باشه که این دولت هر حرفی زد قرار است اجرا بکنه، نه اینکه ما می‌خوایم بگیم جنبه رسانه‌ای تبلیغاتی گفته‌های اینطوری داشته باشه. نه، ما بنامون اینه که اون چه گفتیم و اون چه می‌گیم ان شاءالله به عنوان صداقت که اینو باید در عمل دیده بشه. یعنی حتما این کار به عنوان یک ضرورت ان شاءالله دنبال بشه. کارشناسان گفته بودند که انجام چنین وعده وعیدی در شرایط کنونی ایران جزء محالات است، زیرا بودجه هایی میطلبد که دولت حتی 1/100 آن را هم در اختیار ندارد و در اوج بحران بیپولی حکومت که هر روز شدیدتر می شود، چنین وعده‌ای به هیچ وجه نمیتواند عملی باشد. 3 سال پیش یک ویدیو از سودان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخید و توانست رکورد بازدید جهانی را بزند. در این ویدیو یک توریست که به سودان سفر کرده بود در یک بازار محلی به ازای یک اسکناس 100 دلاری 2 جعبه بزرگ اسکناس پوند سودان را با خودش روی زمین می‌کشید. آن زمان سودان درگیر سقوط ارزش پول ملی بود و این ویدیو به شکل نمادین می‌خواست ورشکستگی و بی‌ارزش شدن پول سودان جنگ زده و فقر را در این کشور نشان دهد که حدود 120% سقوط کرده بود. حالا در سال 1400 در این سوی جهان، در ایران، ارزش پول ملی نزدیک به 220% سقوط کرده است و اگر کسی بخواهد چنین ویدیویی ضبط کند، باید به جای 2 جعبه چند جعبه دست بگیرد. 100 دلار اکنون برابر با 2,800,000 تومان است. زمانی که درشت‌ترین پول ایران 10,000 تومانی معادل 10 دلار هم نیست، برای 10 دلار باید 280,000 تومان پول پرداخت کرد. حالا در چنین شرایطی محسن رضایی اعلام کرده می‌خواهد ریال را در منطقه بعد از دلار و یورو به ارزشمندترین واحد پول تبدیل کند. محسن رضایی در توضیح اینکه چگونه می‌تواند چنین کاری انجام دهد گفته به جای 4-0 باید 7-0 از پول ملی حذف کنیم. این صحبت‌ها از سوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آن هم کسی که خود را تنها اقتصاد خوانده موجود در میان نامزدها می‌داند، تعجب انگیز و عجیب است. تضعیف کردید. بنابراین از مهمترین دغدغه‌های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 خورده قبول شدم و این 20 ساله فکر کردم. اینکه در سال 92
بدون که کسی متوجه بشه و بفهمه که در آینده چه خبریه، من 1000 تومانی بلند کردم در مقابل کلید یکی از آقایون. گفتم مردم، این پول ملی ما در خطره و لذا جز وظایف خودم میدونم، من به ملت ایران تعهد میدم که دولت ما پول ملی رو تقویت خواهد کرد، ارزشش رو تثبیت میکنه و از کاهش اون جلوگیری خواهد. رضایی وقتی جوگیر میشود و میگوید یاساشین آذربایجان. آذربایجان که سر ایران است، از آقا مهدی باکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور میکرد میگفتم آقا مهدی یاساشین آذربایجان، از همت، از احمد متوسلیان، از تهرانی مقدم، از همه قهرمانان اقوام ایرانی، ما با هم دیگه با همه ملت ایران جنگ رو به نتیجه رسوندیم، انقلاب رو به نتیجه رسوندیم. محسن رضایی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اقتصادی رئیسی منصوب شد. او که در مناظره های انتخاباتی در قامت کاندیدای ریاست جمهوری برنامه هایی برای برون رفت از شرایط بحرانی اقتصادی کشور ارائه داده بود، حالا یکی از ارکان مهم تیم اقتصادی رئیسی است و این هم ایده های اقتصادی این نابغه. باید زد زیر میز در حقیقت. حالا یا رو میز بزنیم بالاخره. اینطوری نمیشه کشور اداره کرد. کشور نیاز به جراحی بزرگ داره. مردم عزیز، 8 سال پیش در همین مکان در مقابل اون کلید بی‌خاصیت من 1000 تومانی را نشان دادم و به شما گفتم اگر اوضاع به این صورت ادامه پیدا بکند این پول ملی ما سقوط می‌کند. وقتی دقیقاً مطالعه می‌کنیم می‌بینیم رابطه دولت با اقتصاد و رابطه اقتصاد با مردم تنظیم نشده است. هر گاه مشکلی برای دولت پیش بیاد دست تو جیب مردم می‌کند. از اقداماتی که بانک مرکزی، این جناب آقای همتی و دوستانشون بلایی به سر کسر بودجه آوردن و تا مشکلی پیش میاد دست میکنن تو جیب مردم و از طریق کسر بودجه دولت رو تأمین میکنن، شما میخواهید ارزش این پول ملی ثابت بماند؟ در مسئله بورس دولت آمد راه غیر قانونی رو برای کسری بودجه خودش در پیش گرفت. نرخ سود بانکی رو پایین آوردن، نرخ ارز رو 4200 به غلط تعیین کردن، بعد که این پول از بانک ها اومد رفت به سمت بورس بدون حساب کتاب تشویق کردن و بعد هم که تأمین مالی کردن برای بودجه کشور در حقیقت مردم رو تو زمین آسمان رها کردن. آیا این شیوه تنظیم بودجه کشور هست؟ برنامه های من شامل این هاست. یارانه 450 هزار تومانی رو برای 40 میلیون نفر تضمین میکنه. شغل خانداری که تربیت فرزند و بهداشت و سلامت خانگی هست رو برقرار میکنم. علاوه بر ساخت 1 میلیون مسکنی که در مصوبه مجلس هست، 1 میلیون مسکن به صورت نوسازی که احیای بافتای فرسوده هست رو در دستور کار قرار میدهیم. ایجاد صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس رو در پیش میگیرم. علاوه بر اینها از اصل 127 استفاده میکنم، ایالتهای اقتصادی رو طبق قانون اساسی درست خواهم کرد. موضوع کشاورزی و کشاورزان مظلوم ما که امروز حتی در قیمت تضمینی گندم و دانه های دامی با مشکل مواجه هستند، من 5% بالاتر از قیمت های وارداتی محصولات کشاورزی رو تضمینی رو میخرم، بیمه کشاورزان رو حل میکنم، دست دلالان و واسطه‌گران رو در این زمینه قطع خواهم کرد و کشورم ایران رو به هاب غذای منطقه 500 میلیونی تبدیل میکنم، فضای مجازی رو با مدیریت در دسترس همگان قرار میدم. طرحی که من برای این رفع محرومیت در زندگی مردم در پیش گرفتم اسمش رو طرح کفایت زندگی یا ایران بدون فقیر که از 5 محور تشکیل میشه رو طراحی کردم. اول یارانه 450 هزار تومانی است. مسئله دوم مسکن سهل و ارزان هست. موضوع سوم حقوق پرداخت نقد خانداری به بانوان خاندار هست. چهارم کسب و کارهای خانگی است و پنجم سهام صندوق صنعت نفت
ملی ایران است. یعنی بعد از این اقدامات من امیدوار هستم که حتی یک فقیر هم در ایران پیدا نشه. در سال گذشته 137 میلیارد دلار از منابع دولتی رفته تو جامعه، ولیکن به دلیل رانت کثیف و مافیایی که در کشور وجود دارد اکثر این پول ها رفته دست کسانی که صاحب حق نبودند. 40% از این 137 میلیارد که نزدیک 50 میلیارد دلار است، این قابل بازتوزیع است. یعنی دوباره ما میتونیم همین پول رو برگردونیم، حتی 10 میلیارد دلارش رو بدیم به دولت که دولت دیگه کسر بودجه نداشته باشه، به این تورم های سنگین پایان بده و بقیهش رو صرف این 5 موردی که من عرض کردم بکنیم. هشدار من به این برمیگردد که 8 سال آینده چالش ها و ابر چالش های مثل آب، جمعیت، صندوق های بازنشستگی، ناترازی بانک ها، نقدینگی، بیکاری، گرانی و بدتر شدن محیط کسب و کار رو داریم. چند تا پیشران در اقتصاد هست که هر کدام از اینها که فعال بشود 300 یا 400 صنعت رو به دنبال خودش میکشاند. مسئله مسکن، انرژی های نو، مسئله جهانگردی و امورات دیگری رو که من برنامه ریزی کردم که در سایت خواهم گذاشت، حسنش این است که هر کدام از این پیشران‌های اقتصادی که فعال می شود واگن‌های بسیاری رو به دنبال خودش در صنایع و فعالیت‌های دیگه جلو می کشانند. 50 سالی که ما گرانی داریم، 50 سالی که ما بیکاری داریم، 50 سالی که ما کاهش ارزش پول ملی داریم، 50 سالی که رشد اقتصادی کشور معیوب هم نوسانیست هم روبه. خب چرا این مسائل حل نمیشه؟ حتی در زمان جنگ ما این سختی ها رو واقعا نداشتیم. گرانی، بیکاری، تبعیض، فساد، نوسانات دائم، اصلا مردم نمیدونن فردا چه خبره. ما حتی یک روز و یک ثانیه رو نمیتونیم از دست بدیم. آیا تورم رو میشه کاهش داد؟ بله میشود. آیا کرونا رو میشه مهار کرد؟ بله میشود. آیا می شود ارزش پول ملی رو حفظ کرد؟ بله می شود. کشورهای ضعیف‌تر از ما این کارو کردن. بیش از 20 ساله که من دارم فریاد میکشم آقا اقتصاد برسید. مسئله اقتصاد مهمه. من معتقدم که سال 1400 سال گشایش و عبور از سختی هاست. سیاست پولی که ایشون در پیش گرفت سیاست بسیار غلطی بود و یک فاجعه بزرگی رو در نقدینگی کشور به وجود آورده که اگر امسال اون رو نتونیم جلوشو بگیریم، خطر بزرگی کشور رو از نظر تورم‌های فوق تورمی کشور رو در حقیقت تهدید میکنه. قطار اقتصاد رو یه بار دیگه من بزرگ میکنم که همه اقوام و همه استانهای مرزنشین و همه قشرها بتونن بیان وارد اقتصاد بشن و اقتصاد رو تأمین بکنیم. اون موقع نه تنها منابع یارانه و مالیات ها رو بهبود میبخشیم، بلکه یک جهشی در اقتصاد ملی ایجاد میکنیم. مردم عزیز ایران، من همونطور که سال 92 اون 1000 تومانی رو نشون دادم، به والله قسم، به خدای متعال قسم میخورم اگر دولت‌های گذشته تکرار بشه یک فاجعه بزرگی شما رو در بر خواهد گرفت. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.